با چند خبر از عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون بغداد، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق فاش کرد 40,000 زندانی بیگناه در زندانهای عراق در بازداشت به سر می برند که سالهاست پرونده هایشان به دادگاه فرستاده نشده است. حسن جهاد، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت نقص حقوق بشر از هنگام بازداشت افراد صورت می گیرد. آنها به اتهامات واهی دستگیر می شوند و سپس مورد شکنجه قرار می گیرند. سلیم جبوری، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق، درباره آمار زندانیان در این کشور گفت شواهد دلیل بر این است که تعداد زندانیان بیشتر از ارقام ثبت شده است، چرا که کار بازداشت و دستگیری ادامه دارد. تلویزیون عرافدین گزارش داد وزارت دادگستری عراق 11 زندانی دیگر را بعد از تایید حکمشان اعدام کرد. احکام جدید اعدام بر اساس ادامه سیاست دولت مالکی بر نقض حقوق بشر در عراق و نادیده گرفتن انتقادات سازمانهای مدافع حقوق بشر و بین المللی نسبت به این اعدامها، آن هم در نبود یک قضایه عادل و سیاسی شدن ارگانهای امنیتی است. به گزارش تلویزیون بابلیه، در یک جنایت تکان دهنده در منطقه الحریه در شمال غربی بغداد، یک خانواده 5 نفره توسط شبه نظامیان مسلح قتل عام شدند. از سوی دیگر، شبه نظامیان مسلح وابسته به مالکی در استان دیالی به خانه عمر الحمیری استاندار دیالی یورش بردند و با عناصر حفاظت استاندار درگیر شدند. بنا به این گزارش، اصابت 4 گلوله خمپاره در جنوب بغداد 5 کشته و مجروح بر جای گذاشت و سریالی از انفجارها در رمادی تا ساعات اولیه خبر 4 نفر را کشت و 15 نفر را مجروح کرد. طبق گزارش بابلیه، همچنین در منطقه الدوره و الشوله و الحریه در بغداد 23 جسد مجهول الهویه پیدا شده است. تلویزیون بغداد به نقل از شاهدان گزارش داد نیروهای ارتش عراق 3 زن را همراه با 5 تن از کودکانشان در منطقه الراشدیه در شمال بغداد به جای همسرانشان دستگیر کردند و با خود بردند. به گزارش تلویزیون عرافدین، اجساد شیخ عدنان القانم، رئیس عشیره القانم و شیخ همراهش کاظم الجبوری، در حالی که به روی اجسادشان آثار شکنجه وجود داشت، در منطقه تنومه در استان بصره پیدا شدند. شیخ احمد الغانم، دبیر کل شورای عشایر جنوب و برادر شیخ عدنان، در این باره گفت وی در شهر بصره توسط نیروهای امنیتی با یونیفرم نظامی و دارای خودروهای دولتی ربوده شد. در بین نیروهای امنیتی نیز یک افسر وجود داشت و ما اجساد شیخ عدنان القانم را در شهر حورجاسم در مرزهای ایران پیدا کردیم. دو جسد دستشان از پشت بسته شده بود. جسد شیخ عدنان سربریده شده بود و به طرز وحشیانه ای مسله شده بودند. به افسود ما از همان روز اول که شیخ قانم رو بوده شد دولت مالکی را عامل این جنایت شناختیم، چون نیروهای مسلحی که آمده بودند با لباس نظامی و با خودروهای دولتی و با فرماندهی یک افسر نظامی بودند. چگونه یک نیروی نظامی با این شکل میتواند وارد شهر بشود، آن هم در وسط روز و در مقابل چشمان مردم و در نزدیکی مدیریت پلیس و نزدیکی نقطه ایست و بازرسی دست به آدم ربایی بزند؟ لذا مسئولیت مستقیم اینقدر متوجه مالکی است. عیاد علاوی، رهبر العراقیه، ترور شیخ عشیره القانم، عدنان مجید و شیخ کاظم الجبوری که در بصره روبوده شده بودند و شیخ عشیره الرفی که در زیغار کشته شد را محکوم کرده. وی گفت تصویه فیزیکی این سمبل‌های ملی در کادر طرحی است که می‌خواهد مردم عراق تسلیم خواست و اراده سلطه طلبانی باشند که قصدشان دامن زدن به فتنه و هرج و مرج است. به ویژه قابل توجه است که گروه‌هایی که این جنایت را انجام دادند با لباس نیروهای امنیتی بودند.